سلام، مرتضی جهانی هستم. اینجا آکادمی دلکوبه. باز هم با یکی از درس‌های ریزو آکسان می‌خوایم با هم دیگه تمرین کنیم. این موضوع می‌دونم برای خیلی از هنرجوها جذاب و مهمه و همیشه از من سوال می‌کنن. توی این مدل درس‌ها مهم اینه که ما بتونیم ضربه‌های قوی یا همون آکسان‌ها رو از ضربه‌های ضعیف تفکیک کنیم. این که فقط ضربه‌های قوی رو قوی بزنیم کافی نیست، باید بتونیم ضعیف‌ها رو هم ضعیف بزنیم. در حالت کلی ریز با ضربه های قوی زده نمیشه، یعنی این شکلی نیست. یه خورده باید نرمتر، مهربونتر ضربه هامونو به سمت پوست پرت کنیم و اون آکسان ها هستن که لابلای ضربه های ضعیف ما خیلی واضح و شفاف شنیده میشن. برای این کار تمرین های پایه‌ای هم هست که بتونیم از اونجا شروع کنیم. یکی از تمرین خیلی معمولی اینه که مثلا من 8 تا شماره رو در نظر بگیرم، 8 تا سلاچنگ رو شروع کنم، اولین ضربه رو قوی تر از همه بزنم. حالا میتونم با توم شروع کنم، دفعه بعدی هم با بک. مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 یا با بکش 1 2 3 4 5 6 7 8. به مرور ضربه های قوی یا آکسان ها رو بیشتر میکنم، مثلا روی شماره 1 و 5 و همینطور میتونیم ضربه های قوی رو بیشتر کنیم. خب هرچی هم تعدادشون بیشتر بشه، لابلای ضعیف ها، تفکیک کردن این دو مدل شدت ها از هم یه خورده شاید سخت بشه. امروز دو میزان رو براتون، یه جمله دو میزانی که البته یه بارم با بک شروع میشه این دو میزان، در نظر گرفتم. در مورد همین ریز آکسان با سرعت خیلی کم شروع میکنیم به نواختن این دو میزان، آروم آروم و رفته رفته سرعت رو بالا میبریم. در حین بالا بردن سرعت خیلی مراقب باشیم که شدت ها به هم نخوره، چون هدف ما از در واقع تمرین این درس شدت و آکسان میشه. دقت میکنین ضربه های قوی رو با شدت بیشتری میزنم، بقیه ضربه ها در این حد شدتش. یه بار دیگه و همین دو میزان رو با بک شروع میکنم. اگه پیوسته اجرا کنم هر 4 میزان رو، سریع‌تر بازم سریع‌تر. در واقع با این مدل تمرین ها میتونیم روی ریزها و آکسان ها تسلط پیدا کنیم و خیلی از جاها بین جمله هایی که توی متر حالا 6 8 2 4 داریم میزنیم از این مدل ریزها میتونیم استفاده کنیم. به طور مثال صبر و حوصله از سرعت کمینو تمرین کنید، رفته رفته سرعت رو بالا ببرید. تمرین هر روز، یعنی تمرین روزانه رو فراموش نکنید. مراقب خودتون باشید. به زودی میبینمتون.